در هر جایی که اگر ما شاهد پیشرفت و تأمین امنیت کلی در سطح یک ولایت هستیم، نشانه همکاری های مردم و هماهنگی مردم با نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعیشان است. بیاین در هر جایی که هستین با نیروهای قهرمانتون همکار باشین تا این قهرمانان بتونن خوبتر بر شما تأمین امنیت بکنن و شما در فضای کاملا امن زندگی بکنین. آمدیم به ولایت کاپیسا تا اینجا بیشتر در مورد فعالیت‌های اخیر نیروهای پلیس بدانیم و اینکه فرماندهی که تازه به ولایت کاپیسا معرفی شده چقدر مفید بوده، چقدر کار کرده و حالا مردم دیدشون در قبال فعالیت‌های نیروهای پلیس در اینجا چی است. همراهی شما ایزان تا پایان برنامه خالص. ولایت کاپیسا کاپیسا از جمع ولایاتی است که مردمانش در حمایت از نظام و نیروهای امنیتی نقش بارزه دارند. ولایت کاپیسا که بر آن مهمانخانه مردم افغانستان هم میگویند، در رهای سرسبز با آب و هوای گوارا که با دیدن آن میشود نفس راحت کشید. فضای امن و انکشاف روزافزون این ولایت امید مردم را بر زندگی هر روز بیشتر میسازد. شنبه ها را مردم با بازار گرم خرید و فروش در مرکز شهر آغاز میکنند. از تمامی ولسوالی ها جمع می شوند، به هیچ حراس می روند به مرکز شهر و با لبخند و خوشحالی به خرید یا فروش اجناس می پردازند که این خود صمیمیت را در بین مردم در اینجا بیشتر ساخته است. نیروهای پلیس با افراز ایستهای بازرسی و گزمه های دوامدار توانستند در کاهش جرایم خوب بدرخشند. چندین تن را در پیوند به جرایم مختلف بازداشت و به پنجه قانون سپردند. با این حال متاسفانه که از گزند حراس افغانان و دشمنان و مردم افغانستان اینجا هم در امن نیست. قسمت های ولسوالی های تگاب، نجراب و علاسای این ولایت گهگاه تحرکات گروه های حراس افغان را تجربه دارد که در این اواخر با اجرای چندین عملیات نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی جرأت ایستادگی دهشت افغانان را از بین برده و مردم را تا حد زیاد از شر آنان خلاص نمودند. نیروهای باوقار پلیس در کاپیسا از حمایت مردم کاپیسا سپاسگزاری نموده و تعهد میکنند که تا آخرین رمق حیات از مردم مجاهد و صلح پرور این ولایت پاسبانی میکنند. نتیجه امنیت کلی در این ولایت را میتوان نزدیکی پلیس با مردم گفت. مردمانی که در هر شرایط در کنار نیروهای قهرمان خود ایستادگی نموده و از مبارزه بر حق آنان حمایت کردند. نیروهای پلیس بر مردم کاپیسا حیثیت قهرمانان را دارند. هر مبارزه پلیس در اینجا آنچنان مورد پسند قرار میگیرد که گویی دنیایی از خوشبختی را بر مردم بخشیدند. مردم در اینجا به این باورند که هر ملت اگر میخواهند در فضای امن زندگی نماید، در کنار قهرمانان خود قرار بگیرند و از تلاش و بیخوابی های آنان قدردانی نمایند. بدون شک آرامش از آن مردم خواهند بود. ممنون از مردم صلح پرور کاپیسا که از قهرمانان خود حمایت کرده بر آنها قوت بخشیدند تا خوبتر و بیشتر در مقابل توریستان و جنایت پیشگان خودشان را سپر ساخته امنیت کلی را نهادینه بسازند. در هر جایی که هستید برای آرامش خودتان با پلیس خود همکار باشید. وضعیت ولایت کاپیسا الحمدلله خوب است. در ولایت کاپیسا تمام نیروهای امنیتی و دفاعی در یک هماهنگی بسیار تام ما تمام فعالیت‌های خود انجام می‌دهیم، پلان‌های خود تطبیق می‌کنیم. یک هماهنگی بسیار خوب بین نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت کاپیسا موجود است. چالش‌های را، مشکلات را که ما از نگاه تهدیدات دشمن در ولسوالی تگاب، در ولسوالی نجراب و بالاخره ولسوالی علاسای داشتیم، ما تانستیم در هماهنگی بسیار کامل رفتیم به ساحه را از نزدیک دیدیم، چالش‌هایشان را یک و یک یادداشت کردیم، به چالش‌ها و مشکلاتشان رسیدگی صورت گرفت، تحکیماتشان را مشاهده کردیم، دیدیم پیلن ما در ولسوالی تگاب حضور یک چالش جدی که مردم به چالش بکشه، امنیت به چالش بکشه وجود نداره، ولی تحرکات دشمن در نکات بسیار
مرتفع و کویی که اونا میخوان که به خود لانه جور کردن، برای از اونا ما تدابیر خاص خدا داریم که ساحاتشان که اونجا بود و باش یا میکنن یا لانه ساختن، اونا رو ما شناسایی تثبیت کردیم. انشاءالله تعالی در عرصه ولسوالی که در هماهنگی با وزارت دفاع و امنیت ملی انشاءالله ما عملیاتای خود آغاز میکنیم و به مردم که در منجه هستن یک امنیت، یک فضای امن ما مساعد میسازیم. و در ولایت کابیزا در راستای میثاق امنیتی، اگر یادآور شویم، مبارزه با جرایم جنایی، مبارزه با مواد مخدر و بخش تروریسم، ما کارهای زیادی را اینجا انجام دادیم و با مردم یک جا، مردم با ما همکار است. چیزی که در ولایت کابیسا ما میبینیم همکاری مردم است. با پلیس یک همکاری نزدیک داره. ما دیدارهای داشتیم با ریسفیدا، با مردم، با نهادهای مدنی و سازمانهای اجتماعی، شوراهای علما ما دیدار کردیم، همکاری خود اونا ابراز داشتن و همکاریشان با ما است. ما هم برشان تعهد میدیم که در راستای خدمت به مردم، در راستای تنفیذ و حاکمیت قانون، در راستای تامین امن و نظم عامه، مبارزه با جرایم جنایی و مبارزه با فساد اداری که از وظایف اساسی پلیس است، انشاءالله تعالی ما هیچ نوع غفلت نخواهد کردیم و تلاش میکنیم که به مردم کاپیسا یک فضای امن سالم ما ایجاد بکنیم که الحمدلله فعلا هم ما تانستیم، پلیس ما تانستن که یک فضای امن ایجاد بکنه و در تمام شهر که شما بگردین و ببینین چک پوینت ها ایجاد شده، چک پوینت های نی ایجاد شده، گزمای سیار داریم، گزمای پیاده داریم، در بخش شعبات کشفی ما فعال هستن، گرفتاری داریم، در بخش مواد مخدر زیاد دستاور داریم. با مردم شریف و غیور و مجاهد پرور کاپیسا ما تعهد می سپاریم که تا آخرین رمک حیات ما ازشان در دفاع قرار داریم و ازشان دفاع می کنیم، با مجرمین مبارزه می کنیم و با دشمن خاک و سرزمین افغانستان ما اجازه نمیدیم که امنیت مردم کاپیسا را برهم بزنه. ندیم افضلی هستم، باشنده ولایت کاپیسا. در ولایت کاپیسا هستی اول زندگی میکنم. وضعیت امنیتی در ولایت کاپیسا روز به روز دیگه بدتر هم شده نمیره، آنقدر خوب هم نیست که ما ازش توصیف کنیم، اما زندگی مردم روال عادی داره، مردم زندگی عادی خودانه به پیش میبرن. ما شاهد هستیم در دیگه ولایت ها بیشتر ماین های مغناطیسی، ماین های کنار جاده ای از مردم غیر نظامی، نیروهای امنیتی تلفات میگیرن، اما اینجا به اون سطحی نیست که مردم نگران امنیتشان باشن و پلیس همچنان تلاش میکنه تا مردم دارامی و آسایش زندگی کنه و امنیت نسبی را بر مردم فراهم کردن. اینجا وضعیت خود در کل اگر ما مقایسهش کنیم در تمام افغانستان قناعت بخش نیست، اما وضعیت کاپیسا بر مردم کاپیسا که امنیت نسبی دارن قناعت بخش است. وضعیت امنیتی دیگه نسبت به سایر ولایت افغانستان خوبتر است، ولی یک داد اشخاص که مزاحمت میکنن و بی‌بندوباری را در جامعه میخوان بندازن، دیگه پلیس ملی و امنیت بسیار در تلاش هستند و خوشبختانه که بسیار یک پلیس داریم که در تمام حوزه‌های امنیتی نسبت به سایر ولایات کوشش میکنند و والی صاحب و قماندان امنیه ما بسیار کوشش میکنند که از سایر ولایت ها امنیت کاپیسا را بهتر ساخته برند. دیگه صدر خداوند نسبت به دیگه ولایات امنیت کاپیسا خوبتر است. قراره که مردم شریف بایزد کاپیسا در جریان قرار دارد که به سعی تلاش های نیروهای امنیتی و شبانه روزی در تلاش های نیروهای امنیتی با عملیات های مشترک در سطح ولسوالی ها و ولایت کاپیسا به فضل خدا فعلا وضعیت نرمال است. ما چندین عملیات هایی که ما در سایه خود ولسوالی اسی اول و اسی دو داریم، چندین بانگروپ هایی بود که اینا از طرف شب و روز با اذیت و آزار اذیت مردم بودن، چون که اوج مردم بالا رسید ما توانستیم که عملیات بکنیم، نار از پادر آوردیم. لله الحمد در سطح مرکزی فضل خداوند ولسوالی سه اول و سه دو و دو سه اوزه ما کرد و فضل خداوند
وضعیت کاملا نرمال است. صرف در حدود سه ولسوالی ما که ولسوالی تگاب است و علاسای است و نشراب است، کجا نیروهای کافی پرسنل ما توظیف هستند، پوستهایشان فعال است، در حال فعالیت همیشه اونا تحرکات خود دارند در قسمت چکپوینت، گزمه، کمین، ابراجای کمین، اونا نمیتونند تحت تسلط از اینا مخالفین کار بکنند. خواهد ناسم خسته نباشید. سلام شما خوب است. بخیر هستید. جان تو جو قراری است. سلامت و بخیر باشید. دوستان ما رسیدیم بخیر به ولسوالی سه دوم کوهستان که صافی سید کماندان امنی ولسوالی کوهستان در اینجا در کنار ما هستی که بیشتر فعالیت های پلیس در این ولسوالی چگونه است؟ وضعیت امنیتی چگونه است؟ از کماندان سید بپرسید. خوش آمدید کماندان سید در برنامه ما. در کل میخواییم روی وضعیت ولسوالی کوهستان در ما اکمال کنیم. سلام خدمت شما، خدمت بیننده های محترم شما. ما سمنیار محمد زبیر صافی هستم، قماندان امنیه ولسوالی سیدیم، در خدمت شما. بخیر باشین. وضعیت امنیتی چه از چه خبر است قماندان؟ ان شاء الله وضعیت امنیتی بخیر نرمال است. دوامدار گزمه و چک پوینت دسای مسئولیت ما داریم. مردم راضی است. همین صداقت ما بایی شده که مردم از ما راضی است. بخیر باشین. ان شاء الله مردم همکار هستن. ان شاء الله مردم همکار است. بدون همکاری مردم خود ما نمیتونیم تامین امنیت کنیم. مردم با ما همکار است که ما تونستیم یک فضای امن امنیت در ولسوالی سیدیم تامین کنیم، یک امنیت خوب بهتر. بخیر باشین قماندان صاحب. میثاق امنیتی چند وقت پیش هم در کاپیسا آغاز شد. بله. در قبال از شما فعالیت ها چه بوده؟ در قبالش دستاوردهایی که شما داشتین میشه با ما بگوین عمدتاً این دستاوردهایی؟ خوشبختانه که ولسوالی سیدم خوب دستاورد داره. در این مورد از جمله 40 نفری که بوده صرف دو نفرش فراری است، دیگه متبقیش کلش ما گرفتار کردیم، به پنجه قانون سپردیم. خب دید بازدید با بزرگا و مردم که در اینجا هستن چگونه است از شما؟ دید بازدید ما دوامدار است. حتی ما میریم در قریه شوراها داریم، شورای دولسوالی هم داریم با مردم ملکاست اینجا، و در مسجد ها میریم با مردم با بزرگا در خاطر تامین امنیت صحبت میکنیم. همیشه همکاریشان خواستیم که مردم همکاری کرده که ما میثاق امنیتی را تطبیق کنیم به خوبی و یک امنیت خوب در اینجا تامین است. چک پوینت افراز کردیم در مربوطات دوغه که مربوط به ولسوالی سیدم کوهستان به خاطر جلوگیری از جرایم و تامین امنیت مردم. چک پوینت ما همیشه دوامدار است در سایه مسئولیت خود و در قسمت ضرورتی که در سایه مردم هم بر ما گزارش راپور چید بتن، به خاطر همکاری مردم دو سال میریم همیشه چک پوینت خود افراز میکنیم. یادر خسته نباشین. سلام شما خوب است. شما خوب هستین. بخیر کجا بودین؟ بخیر کجا میرین؟ اول بودم میرم به طرف بازار دیوالی. خب خانه کجا است شما؟ دمیسه دو صاحب. دمیسه دو کوهستان. چطور است وضعیت امنیتی در اینجا؟ بسیار خوب است. بسیار راضی هستیم از امنیت سه دو. مکمل قماندان صاحب امنیت سه دو هم فعال است. شب و روز گشت و گشت و گذار داره. راضی هستیم شکر خدا از سید و از امنیتش. اینمی که شما راضی باشین دیگه، ما هم راضی هستیم. سلامت باشین. باشین. خوش باشین. زنده باشین. ان شاء الله با پلیس هم همکار باشین. همکار هستیم 100%. به امرای قماندان امنی خود تماس داریم، شب و روز گزمه دارن. بسیار راضی هستیم از امنیتش. زنده باشین. با عزت باشین. پناهتون به خدا. پلیس ما نباشین. زنده باشین. نام ما شوالی سر. خب خانه کجاست از شما؟ جمال آقا سر. جمال آقا مربوط کاپیسا میشه؟ مربوط کاپیسا میشه. چطور وضعیت امنیتی در اون قریه که شما هستن؟ خوب از دیگر نسبتا خوب از دیگر. مشکلات در اوج چی هست؟ هیچ، انشالله فضل خدا مشکل نداره. گزمای پلیس هست؟ گزمای پلیس هست میگردن سر بخیر میشه. چه گفتنی داری بر پلیستان که بطرف خودتر امنیت بکنه؟ ما گفتنی های مهمی که انشالله خوبتر شد، که امنیت زیافتر شد، که مردم به کار و بار خود ادامه بتن. بخیر باشه. به خاطر تامین امنیت مردم ولسوالی سه دوم کوهستان و بالخصوص بسته افغانستان، در 34 ولایت برای ما وظیفه داده شد به درستی و چستی و چالاکی اجرا می نماییم. اینجا ما تامین امنیت مردم می کنیم، شب و روز در خدمت مردم هستیم تا مردم در صلح و آرامش زندگی کنند. همه روزه چک پوینت ما دوام داره. در ساحه مربوطه مطابق پلان به خاطر تامین امنیت امی آبرین مردم ولسوالی سیاول شب و روز طور دوامدار مطابق پلان مطابق به قانون. همکاری مردم اینجا چطور است؟ همراه شما خوب است. همکاری مردم است، باز هم کمی و کاستی است. ما انشالله قماندان صاحب امنیم 3-4 ماه میشه که تقرر حاصل نموده است. بسیار کوشش داریم، با مردم نشستا داریم در مسجد ها، جلسات تماما روز شب تلاش مانیم است که تامین امنیت بتانیم که در سایی مربطه خودم. اینجا ما امنیت مردم رو میگریم، تامین میکنیم که دوز و قتل و کشتار گم شد. بعض مردم ملکی ما خواهشمند امیست که باید با ما همکار باشه که ما با او همکاری کنیم.
و با ما همکار باشن، یا جای سارقین میبنن، دزا میبنن، عیسا میبنن، با حرکت ما همکاری داشته باشن. در کل وضعیت جرایم جنایی رو به کاهش است. روزانه و شبانه در 24 ساعت گسمای ما، چک پوینت های ما به خاطر کاهش جرایم جنایی ادامه داره. انشاءالله رو به کاهش است. گفتنی ما با مردم همی است که با پلیس همکار باشد، چون تشکیلات پلیس کم است، نمیتونه رسیدگی به هر منطقه و قریه و قریجات و قشلاق رسیدگی کرده نمیتونه. همی که مردم با ما همکار باشد، ما انشاءالله به زودترین فرصت به محل واقع خدا رسانده میتونه. دوستاب نه، یگانه کاره که بیشتر نیروهای پلیس در اونجا باید کار بکنن، زحمت بکشن، مسائل شهرها است که بتونن در اونجا خوبتر تامین امنیت بکنن تا هموطنای ما از یک پلیس ولی به یک پلیس ولی دیگه یا به یک ولایت به دیگه ولایت برن کاملا به فکر آرام برن. در کنار من قومندان صاحب شهرهای ولایت کاپیسا هستیم که وضعیت شهرها در کاپیسا چگونه است و چه فعالیت ها را انجام میدن از خودشان میشنیم. قومندان صاحب خیلی خوش آمدید برنامه ما. در خیر باشین، میشه یک معلومات کوتاه در مورد شهرها برنامه داشته باشید؟ سلامت باشین، بخیر باشین، خوش آمدین. دقیقاً مدت تموک بیشتر میشه که به صفت قومندان شهر اشغال وظیفه کردیم. در مدت دو ماهی که ما اشغال وظیفه کردیم دستاوردهای بسیار خوب داریم، تقریباً در چند میل سلاح کلاشینکوف، چند میل تفنگچه. در عموم وضعیت شهرای کاپیسا، مسیری که پوسته های امنیتی ماست و گسمای 24 تا داریم، کدام مشکل جدی وجود نداره. بر علاوه که شهرا تامین امنیت سوری توری 24 تا ما گسما و چکپوینت داریم، دستاوردهای خوبی داریم که چند نفر سارقینه که در مسیر شهرای کاپیسا نجراب در تپه احمد بیگ و گولایا دز به سرقت را گیری میزدن، اونا را لیل 26/27 با سالای 12/6 را گرفتار کردیم و سلسله خود به رهبری قماندانی امنی کاپیسا که از این طریق به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شدن و کدام مشکل خاص در مسیر شهرا به اطمینان کامل میگویم. برابری مقام قماندانی امنی کاپیسا و وزارت مقام وزارت امور داخله کدام مشکل جدی خاص وجود نداره. انشاءالله تا توان ما در خدمت همشهری ها و وطنداری خود قرار داریم. انشاءالله گسما و چکپوینت یومیه 24 ساعت از پل آهنی گلبار شروع امتداد سرک ترانزیت بگویم، سرک شهرای کاپیسا شروع شد الا ختم مسیری که سایه مسئولیت ماست. وظیفه خود یومیه 24 ساعت طور 24 ساعت گسما شب روز داریم، کدام مشکل خاص وجود نداره. انشاءالله براتون آرزوی موفقیت میکنیم. طبعا نگم مشکلاتی که قبلا بود و هنوز هم بیمی که مردم دارن از شهرها و خطرات را کس میکنن به او رسیدگی شده 100% به اطمینان کامل. ما آنچه که در توان ما بوده است از او بالاتر تلاش کردیم و در خدمت مردم قرار داریم. بیشتر عرض کردم که تعداد از سارقینه که در مسیر سارا دست به کوتال طریقی و را گیری میکدن اونا را گرفتار کردیم و پنجه خون سپردیم. و هموطن های ما که بیشتر هم هایفتون که همون بیم داشتن و یک مشکلات را حس میکنن از مسیر شهرها، انشاءالله بدون کدام تشویش رفت آمد بکنیم. تمام خبرنوس قسمت های که ولسوالی ها هست قبلا طرف های تگاب و نجراب و به این طرفی ولسوالی های دیگه کلاس هایی بود، اونجا بعض تهدیدات بود. در قسمت شهرها مشکلات حل شده؟ در قسمت شهرها دقیق کرد پیشتر عرض کردیم که از پل آهنی گلبار شروعش الا خط مسیر سایه مسئولیت ما از بیتمینان کامل و به خاطر کامل برای وطندارا و وطنهای خود اطمینان کامل میتیم که پلیس در خدمتشان است و ما شبانه روزی گسمای خود داریم، کدام مشکل خاص وجود نداره. و تعداد سارقین یک بودن و گرفتار شدن، انشاءالله وضعیت کاملا نرمال بالا عادی خود است. زنده باشم. قومندان صاحب، اگر کدام هموطن ما در مسیر شهرها به کدام مشکل مواجه میشن چه رقم بتونن همراه شما به تماس شوند؟ کدام شماره اگر داشته باشن میشن همراه شما؟ بله دقیقا شماره تلفن ما را دادیم، برای هموطندارا دادیم، برای دریور یک در مسیر لاین هستن دامدار در باد هستیم، پویسه یک در مسیر شهرها داریم، در پل آهنی گلوار است، پل سنگ بریده میگیم که مسیر چک کنترل است، اینجا یک سایه بریدگی است که اینجا دامدار طور 24 تا ما چک پوینت داریم، مسیر سورانک است و قسمت های سایه پذیر سایه ساعت آسیب پذیر سایه قبر افغان میگن تا پای احمد بیگ و میدیم تعداد سرک و میره دامدار خود ما گسمای شب نوزی داریم، دامدار کت دریورای لین مسیر رفت آمد تا نوبت های شب گسما داریم. یک امانگی از دیگه تا 100% امانگی داریم. بله بخیر باشه قومندان صاحب، آرزوی موفقیت داریم. سلامت باشید. زنده باشید. بخیر باشید. زنده باشید. سلام. ما همیشه چک پوینت ما دوامدار است، همیشه در خدمت مردم هستیم. گرفتار مسئله غیر مسئول به بندوبار موترای به اسناد به پلیت یا کلی گرفتار میکنیم، فلمدارا را فلمش هم میکنیم دیگه، با خدمت مردم هستیم.
در هر جایی که هستید، اگر میخواید در فضای امن زندگی بکنید، خوب است که در کنار قهرمانانتان قرار بگیرید و مثل باشندگان ولایت کاپیسا شما هم در فضای امن زندگی بکنید. هرگاه کدام عمل مشکوک میبینید، این قهرمانان را در جریان قرار بدین تا بتوانند سریعتر رسیدگی بکنند. این بود برنامه این هفته ما، خدمت شما عزیزان تهیه و تقدیم کردیم. تا تقدیم برنامه های بعدی، خیبر فضلی، عبید بهرام و اسمت ستاری که در خدمت قرار میگیریم، هر یک شما را به الله پاک بنیاز میسپاریم. زنده باد افغانستان، زنده باد نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی افغانستان.